میکنه. خدا رو شکر برای برحال امروز که میتونیم دوباره صحبت یعنی کلام خدا رو گوش کنیم و خدا رو شکر من برای تمام این ماهواری هایی هستن، تمام این برنامه هایی هستن که از آمریکا پخش میشه. کلام خدا رو 24 ساعت همینطور دور این کره زمین میچرخه و همینطور کانال های زیادی، کلیسا های زیادی هستن که فعالیت میکنن که کلام خدا رو همه چی بیان کنن و همینطور هم برای پادشاهی خدا رو بلند کنیم. و مخصوصا در این زمانی که ما الان هستیم خیلی مهمه که اتفاقاتی که توی ایران هم میافته که ما هرچقدر به این دردهایی که آسیبهایی که کشورمون میکشه و ظلمهایی که اونجا انجام میشه فقط هرچقدر دردناک هست، فقط مهم اینه که ما مسیحا ما در حال دعا هستیم، شفاعت هستیم که خدا در به میون بیاد که با محبتش با عدالتش و همه چی رو به طبق اراده تو و به طبق نقشه های خودش رو بتونه همه چی رو برحال به صلح و سلامتی عدالت خودش برگردونه. و چیزی که کشورمون احتیاج داره باور میکنیم که عیسی مسیحه. عیسی مسیح صلح باید اول در قلبای ما به وجود بیاد. آزادی الان تو آلمان هم آزادی داریم و ما میتونیم هر کاری میخوایم دوست داریم انجام بدیم. سوال ما اینه که واقعا در اینجا خوشبخت هستیم؟ واقعا صلح و سلامتی داریم؟ من عنوان شبان میتونم بگم که الان 30 سال یعنی 25 26 سالی که اینجا زندگی میکنم، خیلی هستن خیلی بودن که از ایران آمده بودن و آزاد شدن از همه چی. خدا رو شکر الان ما تو آلمان هستیم، هر کاری دوست داریم میتونیم انجام بدیم. بعد از این مدت میبینیم چه مشکلایی هست، افسردگی به وجود میاد، ناراحتی به وجود میاد و میام پیشه و میگه پاستور دعا کنیم برای این قسمت ها و ما دعا میکنیم الان برای اقامت و بعد از یه مدت اقامتشو میگیرم. بعد از این میگن که دعا کنیم برای این قسمت رو شروع میکنیم به دعا کردن و خدا با رحمت ها خودش و همه دست خودش و محبت خودش رو نشون میده. فقط میبینیم که هنوز مشکل های رویی هست، هنوز افسردگی هست و کسانی که عیسی مسیح رو نمیشناسن همینطور تو این غم و درد میمونن. نمیخوام بگم 100% همه، فقط برحال اکثریت رو میبینم. فقط زمانی که افرادی میان اینجا و بعد از یه مدتی که اینجا ایمان میارن، حتی زن شویی هم هستن که میان اینجا، حتی کسانی که یعنی تو ایران با هم زندگی میکردن یهو میان اینجا در آزادی، یهو چشمش باز میشه، بعد از یه مدت به طلاق کشیده میشه و یعنی خیلی تجربه های منفی اینجا داشتیم. و زمانی که ایمان میارن چطور روح القدس خداست که این آشتی رو اول در قلبشون به وجود میاره و بعد از این میبینیم که چطور زن و شوهر که میخواستن طلاق بگیرن چطور دوباره که صلح و سلامتی رو آشتی رو از طرف خدا به دست آوردن، میتونن همدیگه رو ببخشن و همینطور هم دوباره زندگی خودشون ادامه بدن. پس آزادی فقط میتونم بگم لغت آزادی خوبه، فقط یه آزادی هست که در قلب ما باید به وجود بیاد و این برحال به وسیله عیسی مسیح که گناه ما آمرزیده میشه و همینطور ما حیات جاودانی رو به دست بیاریم. روح القدس میاد در ما با خدا آشتی میکنیم و اون موقع هست که من میتونم واقعا در صلح و سلامتی نه فقط زندگی کنم، بلکه صلح و سلامتی رو منتقل کنم به دیگران. کسانی که به من ظلم کردن میتونم ببخشم، یا کسانی که به من بدی کردن ببخشم و همینطور منم که ظلم کردم، اشتباه کردم، خرابکاری کردم، برم اونجا همینطور عذرخواهی کنم، یعنی منو ببخشید مثلا چه کارهایی که کردم یا خیانت کردم، هر چیزی. این یک صلح و سلامتی واقعیه که اول در قلب ما باید به وجود بیاد. و برای این مخصوصا ما کلیسامون هم و کلیساها همینطور دعا میکنیم که در هر جایی که الان هستیم، بیرون از ایران، در ایران هستیم، اون با این آشنایی با عیسی مسیح، به اون آشنایی به عیسی مسیح برسین و اول خودتون اونجا آزاد بشین از این اسارت شیطان، از این گناه، از این غم و دردی که رو ما حکومت میکنه. و برای اینم دعا میکنیم برای کسانی که الان اینجا هستن. فردا هم همینطور با کلیسا این تصمیم رو گرفتیم، روزه و دعا برای کشورمون ایران به حضور خدا من بیایم تو کلیسا فردا ساعت 4 بعد از ظهر. فقط این روزه رو گرفتیم، دعا رو میکنیم که جلوی خداوند
خودمون رو فروتن کنیم، بگیم خداوند بدون تو هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. روزه منظور این نیست که ما غذا نمیخوریم، روزه اینه که جلوی خداوند خودمون رو فروتن کنیم، بگیم خداوند اونقدر این موضوع مهمه که صبحانه میگذارم کنار، نهار رو میخوام کنار و همینطور شام رو میذارم کنار، و میخوام در این زمانها مخصوصا به حضور تو بیام و شفاعت کنم، دعا کنم، چون اقتدار در دست اوست، خداست که باید به میون بیاد کارا رو انجام بده. به این خاطر فردا هم در دعا خواهیم بود، امروز هم دوباره هم بعد از ظهر هم جلسه برادر رو داریم، اونجا هم میخوایم در مورد صحبت کنیم و با هم دعا کنیم. یعنی عزیزانی که از ایران با ما وحش شدن، بدونین که ما این مسئولیت رو، مأموریت هم از خداوند گرفتیم، برای شما در دعا باشیم، روزه باشیم و دردهای شما رو من نمیتونم، چی میگن، من سعی میکنم درک کنم، فقط یه دردهایی که هست که فقط خودتون هست اینجا درد رو میکشین، ناراحتی رو میکشین، و فقط ما فقط میتونیم به وسیله روزه و دعا برای شما شفاعت کنیم که خدا در زمان خودش، ما نمیدونیم زمانش کیه که ایران آزاد بشه، فقط در زمان خودش کشورمون ایران و هموطنانمون آزاد بشن از این سیستم و این امکان هم داشته باشن که با عیسی مسیح آشنا بشن و همینطور هم زندگی خودشون، زندگی ایمانی خودشون در آزادی بتونن زندگی کنن. این آرزوی ماست، دعای ماست و برای این هم ایستادیم. این هم فقط میخواستم به شما بگم عزیزان که تو ایران هستین، از ایران بس شدیم، به ما در فکر شما هستیم و سعی میکنیم هر چی طور خدا هدایت میکنه ما هم همینطور مطیع باشیم و اطاعت کنیم. آمین. فقط ما با امید زندگی میکنیم و ما میدونیم که یک روز این تمام خواهد شد، چون عیسی وعده داده برای کشور ایران. به این خاطر ما میدونیم، وقتش رو نمیدونیم، فقط ما میدونیم. به این خاطر به عیسی مسیح نگاه میکنیم، به این خاطر این سرود رو میخونیم: کیست خداوند ما؟ عیسی مسیح. کی نجات منجی ما؟ عیسی مسیح. سرور زندگی ما؟ عیسی مسیح. منجی ما؟ عیسی مسیح. منجی این دنیا هم عیسی مسیح هست. گود. خب امیدوار هستم الان این آمادگی رو دارین، بتونیم کلام رو که در مورد تعمید که میخوایم صحبت کنیم. حالا ما این تمام این برنامه های 11 تا برنامه ها ما تعریف کردیم، مثلا هدف آفرینش چی بود، چرا خدا ما رو خلق کرده، و همینطور نقشه خدا آشنا شدیم. کسانی که امروز هم بار اول بحث شدن، پیشنهاد میکنم برین توی جلسه اول، اونجا این حقجویانی که اونجا که قرمز اونجا چی شده، فلایرش آماده شده، بتونیم اونجا از اول این نقشه خدا، چون خیلی مهمه. کسانی که میخوان با عیسی مسیح آشنا بشن باید اصلا بدونن که ببخشید، اصلا نقشه خدا برای انسان چی بود، چرا خدا ما رو خلق کرده، چرا من زندگی میکنم، اینو باید بدونیم. و اینا در توی جلسه اول و دوم اونجا توضیح دادم که خدا ما رو با محبت خلق کرده، خدا ما رو خلق کرده شبیه او بشیم و با محبت، بی عیب و همینطور مقدس، همون شخصیتی که ماهیتی که در خداست در ما قرار بگیره. ما متوجه شدیم چطور انسان و خدا در این محبت خودش که ما رو خلق کرد، این حق انتخاب رو به انسان داد. بعد از این متوجه شدیم که انسان اونجا تصمیم گرفت، آدم و حوا تصمیم گرفتن، گفتن که ما میخوایم مستقل بشیم از این درخت معرفت نیک و بد رو خوردن، مستقل بشیم، من میخوایم خودمون حکومت کنیم. و انسان بود که خدا رو برای رد کرد و خودش دیگه مرکز زندگی خودش شد و خدای خودش شد. اینو طور کلی اونجا توضیح دادم. و از اون موقع که انسان گناهکار شد، از کلن خیلی ممنون، گناهکار شد، کلن از نقشه خدا بیرون آمده. این خیلی مهمه که ما بدونیم، که به این خاطر زمانی که زمان عیسی مسیح رو صحبت میکنیم، این فقط نه عیسی مسیح پسر خدا آمد این رو ما رو نجات داد که بتونیم اینجا زندگی کنیم، بلکه خدا یک نقشه برای انسان داشت که شباهت او رو خلق کرد که حکومت کنیم،
همه چیز رو خلق کرده برای ما. خدا دنبال یه خانواده بود که شبیه خودش باشه و انسان دیگه کج رفتار کرده، یعنی الان گفته که من بتونه خدا میتونم زندگی کنم، مثلا نقشه خدا بیرون آمد، به این خاطر گناهکار شد، یعنی خود محور شد، خودش مرکز زندگی خودش شد، خدا بیرون از زندگیش، از قلبش، از روحش بود. به این خاطر آمدن عیسی مسیح، تو این درس ها دیدیم که چطور عیسی مسیح آمد ما رو دوباره برگردونه به نقشه خدا، این خیلی مهمه، به نقشه خدا برگرده. این هم فقط به وسیله صلیب عیسی مسیح که گناه ما باید آمرزیده بشه، و همینطور هم این گناهایی که باعث شده که یک جدایی بین ما و خدا به وجود بیاد، این گناه برداشته میشه و اون موقع هست که انسان میتونه دوباره با خدا رابطه داشته باشه به وسیله روح القدسی که انسان دریافت میکنه. جلسه گذشته همیشه در مورد، یا دو هفته پیش در مورد توبه و بازگشت ما گوش کردیم، و همینطور هم تولد تازه که زمانی که تولد تازه رو به دست بیاریم دوباره ارتباط ما با خدا دوباره به وسیله روح خدا دوباره برمیگرده، ما میتونیم با خدا ملاقات داشته باشیم و اونطوری برمیگردیم به نقشه خدا. و الان باید این نقشه رو که تبدیل شدن زندگی ماست، اینو روز به روز قدم برداریم و او رو پیروی کنیم. هفته گذشتم در مورد روح القدس صحبت کردم، شخص سوم تثلیث، که اونجا توضیح دادم که ما باور میکنیم به پدر، پسر، روح القدس، و که هر سه تا خدا هستن. من توضیح دادم که سه تا خدای مختلف نیستن و هر سه تا خدا هستن، و اینم به برنامه گذشته اونجا توضیح دادم، نمیخوام همه چی رو تکرار کنم. و الان زمانی که کسی که، حالا نمیدونم شما، که هفته گذشته بود که ما دعای توبه رو خوندیم، نه؟ درسته؟ هفته گذشته بود؟ هفته گذشته بود که توبه کنیم. یعنی توبه چی بود؟ که خدا من همه چی رو که تو کارهایی که بر من کردی باور میکنم عیسی مسیح آمدی روی صلیب اونجا به خاطر گناه من مردی، و همینطور باور میکنم به مرگ تو، همینطور باور میکنم به قیامت تو، باور میکنم که تو زنده هستی، باور میکنم در دست راست پدر اونجا نشستی، و همینطور باور میکنیم که الان روح القدس، عیسی مسیح روح القدس فرستاده، یا باور میکنیم و زمانی که توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، اون موقع گناه ما آمرزیده میشه و اون موقع روح القدس میاد در ما ساکن میشه، اون موقع این ارتباط دوباره به وجود بیاد بین ما و خدا دیگه. یعنی کسی که توبه کرده، بازگشت کرده، یعنی اعلام کرده که عیسی تو پادشاه زندگی من هستی، تو مرکز زندگی من هستی. این چیزی که آدم و حوا اون زمان گفتن که ما درخت حیات معرفت نیک و بد رو میخوریم، یعنی ما میخوایم خودمون مستقل بشیم. کسی که توبه و بازگشت میکنه، اون بر میگرده میگه که خدا من تسلیم تو هستم، یا دیگه میخوام از این به بعد میخوام تو مرکز زندگی من باشی. قبل از این من بودم، توبه کردم، الان میخوام تو مرکز زندگی من باشی. و از اون موقع هست که دیگه عیسی مسیح میاد، روح القدس میاد، و اونجا ما تولد تازه رو به دست بیاریم، حیات جاودانی رو به دست بیاریم. کسانی که هفته گذشته این دعای توبه رو، بازگشت رو، با تمام قلبشون با ایمان خوندن، مطمئن باشین حیات جاودانی رو به دست آوردین، چون روح خدا میاد با روح ما یک میشه. یادتون از این تصویر مرسی اینجاست که این روح خدا میاد با روح ما یک میشه، دوباره بر میگردیم به نقشه خدا. فقط الان در این نقشه خدا، الان باید با خدا بتونیم، با همون خدایی که الان در ما قرار گرفته، با ما روح ما یک شده، الان زندگی کنیم و الان به اون هدف اصلی برسیم که شبیه خدا شدنه. خب الان امروز هم در مورد تعمید میخوام صحبت کنیم. خب الان میگی که من توبه کردم، بازگشت کردم، الان تعمید پس چیه؟ باید ما تعمید بشیم یا تعمید کنیم؟ تعمید بگیریم؟ مرسی. تعمید بگیریم و معمولا زمانی که به عیسی مسیح که نگاه میکنیم، عیسی مسیح که میدونیم خودش به هر حال صرف روح خدا بود، پسر خدا بود، همینطور از طریق جسم انسان بود، مثل ما شد، و دیدیم که
در اینو میتونید در متی باب 4 همینطور لوقا باب 4 میتونید بخونید که عیسی مسیح رفت و اونجا تعمید گرفت. یا پس خودش که بیگناه بود و تعمید گرفت و یحیای تعمید دهنده آمد گفته که عیسی مسیح اصلا احتیاج به تعمید نداری، گفته که ببین بگذار تمام عدالت انجام بشه. یعنی خودش که تعمید رو گرفت، پس مثال مثل این که دیگه زمانی که کسی که ایمان میاره به عیسی مسیح، پس باید این راه تعمید رو برداره یا تعمید بگیره. فقط معنی تعمید چیه؟ و در این قسمت خیلی تعلیمایی شده که باشه کسی که تعمید میگیره، کسی که ایمان میاره باید تعمید بگیره. خیلی هستن که میگن که من تعمید گرفتم که حیات جاودانی رو داشته باشم. گفتم خب حیات جاودانی رو که به دست میاریم؟ ایمان داشت، تولد یا ایمان میاریم به عیسی مسیح و بعد از این چیزی که هفته گذشته کردیم توبه میکنی، بازگشت میکنی، دیگه حیات جاودانی رو داری. پس زمانی که حیات جاودانی داری، پس تعمید چیه؟ و بعضی هستن که من تعمید میگیرم چون میخوام گناه های من آمرزیده بشه. میگم تو الان تعمید گیری، مگه توبه بازگشت نکردی؟ بله، بعد توبه بازگشت کرد، چه اتفاقی افتاده؟ تو توبه بازگشت عیسی مسیح میاد خون تو، یعنی گناه های تو رو میشوره، تو رو پاک میکنه. فقط ما اینطوری تصور میکنیم، میگیم خب آب تقریبا مثل اینکه یه چیزی هست که ما رو تمیز میکنه، پس میرم اونجا تعمید میگیرم و اونجا گناه من آمرزیده میشه و اونجا حال حیات جاودانی رو به دست میارم. نه، اینطوری نیست. حیات جاودانی رو ما دوباره میگم به دست میاریم زمانی که توبه و بازگشت میکنیم با ایمان و همینطور هم همزمانم تولد تازه رو خدا به ما تولد تازه رو میده. پس الان میبینیم، نگاه میکنیم میبینیم که تعمید، پس معنی تعمید چیه. ما باید نگاه کنیم که این کهکشان دو تا قدرت هایی وجود دارن، دو قدرت شیطان و قدرت خداست. و یا تو زیر تسلط حکومت شیطان زندگی میکنی یا زیر حکومت خدا. و نمیتونه یه شخص بگه که من شیطانم نمیخوام، خدا رو نمیخوام، من میخوام زیر حکومت خودم. زمانی که میگه زیر حکومت خودم من میخوام، پس اتوماتیک دیگه زیر حکومت شیطان هستی. پس دو تا قدرت هایی هست که اینجا در این دنیا حکومت میکنن. و زمانی هم که تعمید گرفتید و زمانی که ایمان آوردی به عیسی مسیح، مثل اینکه خدا میخواد بگه که زیر کدوم حکومت میخوای زندگی کنی. اینجا یک عکسی که هست، یه عکس سیاه و یه سفید، یا سفید یعنی میبینی که قدرت، یعنی چیز حکومت شیطانه و حکومت خداست. و خدای ما خدایی هست که عزیزان زمانی که ما نجات پیدا میکنیم، گناهمون آمرزیده میشه، دیگه نمیگه که یخه ما رو نمیگیره مثل شیطان، میگه که الان زیر دست من هستی، الان من حکومت میکنم، من پادشاه زندگی تو هستم. بلکه زمانی که خدا ما رو نجات میده، در این یکی از شخصیت صفت خدا، خدا خدای عادلی هست و خدا، و در این محبتی که خدا داره هیچ فشاری، زوری نیست در محبت خدا. به این خاطر زمانی که خدا تو رو نجات میده و میگه که زو الان آرتین چی میخوایی؟ میخوایی الان من رو پیروی کنی، زیر تسلط من باشی، زیر تسلط هنوز زندگی خودت رو انجام بدی؟ اینو میگم چون واقعا بعضی فکر میکنم همه شما کم و پیش شاید چیزم کردین، شاید تجربه رو کرده. مثلا ما میگیم که افرادی اصلا مسیحی هستن، فقط تقریبا هنوز مثل دنیا، توی دنیا زندگی میکنن، با فکرهای دنیا زندگی میکنن، با روش دنیا زندگی میکنن، حق منه هنوز و من میخوام، هیچ کسی اجازه نمیدم دخالت کنه توی زندگی من، یا مسیحی هستن، یعنی عیسی مسیح رو ایمان آوردن. پس اینجا میبینیم پس زمانی که این دو تا قدرت هایی هست، مثل اینکه خدا میخواد بگه زیر کدوم حکومت میخوای زندگی کنی. من تو رو، تو الان آزاد هستی، تو میتونی انتخاب کنی. تقریبا مثل این، تقریبا میگم یه چیز رو که مثل اینکه آدم و هوا جلوی این دو تا درخت هایی ایستاده بودن، درسته، معرفت نیک و بد و حیات. و اونجا آدم
در درخت معرفت نیک و بد انتخاب کرد، آمد زیر تسلط شیطان، چون اون سمبل شیطان بود که این میوهی که به او داد همون ذات خودش بود، الان آمده زیر دست حکومت شیطان. الان عیسی مسیح میاد و جا آزاد میکنه، الان به جایگاه آدم رو میذاره. تقریبا میگم یه سمبولن چیزایی هست که شاید درست متوجه بشی. میگه که الان من تو رو آزاد کردم، چون چیزایی که من همینطور هم شنیدم و اون موقع خودم هم همینطور فکری کرده بودم، گفتم خب آدم و حوا گناه کردن، منم از نسل او هستم، خب من چه گناهی کردم؟ اون انتخاب اشتباه انتخاب کرده، الان من توی این بلا، میگن بلای این چیز افت، تصمیم او افتادم، درسته؟ یه کسی گناه کرده، الان من نسل او هستم، منم گناهکار هستم. خب چرا؟ الان خدا میگه که ببین عیسی مسیح الان آمد از این اسارت آمد اوورد بیرون، گناه تو رو بخشیده، الان جلوی دو تا درخت های ایستاری، الان چی رو زیر کدوم حکومت میخوای دوباره زندگی خودت رو ادامه بدی همینطور که بودی، یا میخوای الان زیر تسلط من بیای؟ اگه کتاب مقدس هم همینطور در مورد عیسی مسیح، یعنی منظور من انجیل رو که میخونیم، میبینیم دائما عیسی مسیح که زمانی که صحبت میگه به هیچ کسی چی میگن، زور نمیده، زورگویی نمیکنه، یا زور نمیگه، فشار نمیاره. زمانی که خودش مثلا میگه که بیای نزد من گرانبها و خسته دلان، دل شکستگان، من به شما آرامش میدم، بیای نزد من، یعنی اینجا شما اینجا هستین، من نمیام الان یخه تو رو بگیرم، ببین من به تو اینو میدم. بلکه دعوتی است که عیسی مسیح دائما میکنه، من نور این عالم هستم، اگه بیایی در ظلمت نخواهی موند. پس اینجا دیگه خودمون هستیم که باید تصمیم بگیریم میخوام یا نمیخوام. و یه چیزی هست که خدا خیلی احترام میذاره به تصمیمای خودمون، چون این حق انتخاب رو به ما داده و هیچ موقع خدا فشار نمیاره روی ارادهمون، چون شخصیتش این نیست. محبت کامل هیچ موقع ما رو تحت تاثیر نمیذاره، گول نمیکنه، گول نمیزنه، هر چقدر ما رو دوست داره، هر چقدر هم بعضی وقت هم که راه اشتباه هم انتخاب کنیم، خدا یخه ما رو نمیگیره، خدا امکانات رو میده، مشکلاتی به وجود میاره که توی مشکلات که قرار گرفتیم داد بزنیم، ای عیسی کجا هستی؟ بعد از این میگه آها الان من خدا رو شد منو صدا کرد، الان من میتونم برم کمکش کنم. به این خاطر اکثریت ما میدونیم که زمانی که تو فشارها هستیم صدای خدا رو میبریم، درسته؟ اگه زندگیمون نرمال، الان هیچ کسی اصلا دنبال خدا نیست. در زمان شاه، الان این واعظین یا شبانای کشیشای تو ایران بودن که اونجا میگفتن، از زمان شاه هر چقدر اونجا تبلیغ میکردن، هر چقدر در مورد عیسی مسیح صحبت میکردن، هیچ کسی دنبال عیسی نمیرفت. چون تقریبا ایران اون زمان، تقریبا اینطوری که گفتن، من اون زمان به دنیا آمدم، فقط بچه بودم، هنوز نمیدونستم، فقط برای اونجا تقریبا بهش بود، آزادی بود، هیچ کسی دنبال حقیقت نبود، کلیسا خالی. و از زمانی که فشار آمد، از زمانی که جمهور اسلام آمد، از زمانی که این فشار از این تسلط ها آمدن روی کشور، اون موقع هنوز اون موقع بود که شروع کردن به داد زدن، اون موقع بود که کلیسا پر شد. یعنی خدا میتونم بگم که از این چیز منفی استفاده هم کرد که آخر تعداد میلیون های ایرانی ها نجات پیدا کنن و جهنم خریده بشن، بازخرید بشن از دست شیطان. چرا؟ چون اون موقع شروع کردن به فریاد زدن خدا کجا هستی، و اون موقع باز بودن، قلبشون باز بود که به عیسی مسیح الان ایمان بیارن، چون از به دین خودشون جا که خواستن، از اون خدایی خواستن، هیچ چیزی عوض نشد، زندگیشون عوض نشد. شاید خدا دعای ما رو میشنوه، فقط در قلب ما همونطور این تاریکی میمونه،
و اینجا بود که از اون زمان 45 سال پیش بود، از اون زمان تعداد زیادی از هموطنانمون، شما که اینجا هستین و افراد زیادی هستن که نجات پیدا کردن در تمام دنیا. و پس میخوام بگم که پس خدا هیچ موقع فشار نمیاره، بلکه خدا از امکانات استفاده میکنه که افراد رو نجات بده و قلب خدا برای اینه. بعد متاسفانه خود منم میبینیم که زمانی که همه چی اوکی، پولم هست و نمیدونم خونه خوبی دارم، زن خوبی دارم، بچه های خوبی دارم، همه چی خوبه خوبه، که اصلا بعد میگم مرسی خدا، شاید مثلا مرسی خدا میگیم، فقط اصلا دنبال خود خدا نیستیم. درسته یا نه؟ زمانی که تو فشار میفتی میبینم کلیسا یهو پر میشه. برای من دعا کن. چی شده؟ هم درد من باش. گفتم باشه و که چه چیز داری؟ مشکلی مشکلی مشکلی، دعا کن دعا کن. بعضی میبینی که آها تو نیاز افتاده، الان واقعا احتیاج به دعا داره. فقط این خدای ما، خدایی که پر از فیض و محبت و صبر، در همون لحظه میگه باشه و که من این اتفاق دادم، حتی اینم به وجود آوردم که منو صدا کنی، و زمانی که منو صدا کنی الان من این اجازه رو دارم وارد زندگی تو بشم و دخالت کنم در زندگی تو، چون منو صدا نکرده من نمیتونم بیام. آمین. شیطانو که صدا نمی کنه او میاد، او یخه تو رو میگیره، هر کاری دوست داره میخواد با تو انجام بده، هیچ محبتی توش نیست. الان برگردیم به این به این تعمید. پس اینجا زمانی که خدا میگه که الان زیر کدوم حکومت میخوای زندگی کنی، الان تقریبا هم مثال هایی میخوام بزنم که درست متوجه بشید. الان هر کشوری یک سیستم حکومت داره، مثلا شوروی، روسلند میگن یا شوروی، روسیه خب کمونیسته، این سیستمش اینه، و دموکراتی اصلا کلا برعکسه. الان یک کشور نمیتونه دو تا حکومت هایی داشته باشه، یا باید دموکراسی باشه یا باید کمونیست باشه یا اسلام باشه. پس دو تا چیزایی نمیتونن توی یک کشور حکومت کنن. بیشتر هم میبینیم که اونجا جنگل، چیزی که در ایران اتفاق افتاده، یا اسلامه، الان میگی که نه باید اینجا دموکراتی باشه، نه فقط اینجا حجاب برداشته بشه، اصلا سیستمش باید عوض بشه. به این خاطر تمام دنیا الان اعتراض میکنن. درسته؟ سیستمش باید عوض بشه. پس دو تا سیستم نمیتونه باید میتونه توی یک کشور، همینطور هم دو تا سیستمای نمیتونن در ما اینجا سلطنت کنن. یا عیسی پادشاه زندگی منه، یا من هنوزم افسار زندگی خودم گرفتم میخوام زندگی کنم. متوجه شدی؟ به این خاطر اینجاست که زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، تولد تازه رو به دست بیاریم، مثل این که الان میگه خداوند زو تعمید که من عیسی مسیح اینجا اشاره میکنه، میگه خب زیر کدوم حکومت میخوای هنوز زندگی کنی. در متی باب 18 و 25 28 آیه 18 تا 20 اینجا مینویسه، یعنی عیسی مسیح اینجا قبل از اینکه صعود کنه به پیش پدرش، اینجا میگه پس عیسی بدیشان پیش آمد، بدیشان خطاب کرد، گفت تمامی قدرت و قدرت در آسمون و بر زمین به من داده شده است. این اولین چیزی است که عیسی مسیح میگه ببین بچه ها، شاگردان راحت باشین، همه چی دید دست منه، هر چیزی که در آسمون قدرت اقتدار و در زمین در دست منه. این مثل هست که بشین چیز نکن، هرس نخور یا استرس نداشته باش، نگران نباش، الان من حکومت میکنم، نه در آسمون بلکه در زمین، همه چیزی رو کنترل منه، یعنی من از همه چی آگاه هستم. بعد از این میگه که پس رفته همه امتها رو شاگرد سازید و ایشان رو به اسم پدر و پسر و روح القدس، اینجا میشه اب و ابن روح القدس، تعمید دهید. پس یک ماموریتی به شاگردان میگه، میگه من میرم، پس شما برین تمام امتها رو، برین اونجا انجیل رو چیز کنین، چی میگن، موعظه کنین،
یا اینجا در موردش میگه که از ایشون شاگرد بسازین، همه امتها رو شاگرد بسازین و بعد از این ایشان رو به اسم پدر پسر روح القدس تعمید بدین. در مرقس باب 16 پایین هم اینجا هست، اینم توی انجیل مرقس نوشته که در تمامی عالم بروید و جمعی خلایق را به انجیل خبر خوش موعظه کنید. میگه که این چیزایی که الان دریافت کردین و شاهد صلیب من بودین، مردم بعد از 3 روز قیام کردم و تمام دنیا که احتیاج به نجات داره به وسیله آمرزش گناه، برین همه جا بگین انجیل خبر خوش، ای عزیزان یک دری وجود داره در آسمون، از اینجا میتونی خلاصی پیدا کنین، آزاد بشین از جهنم، این خبر خوشه. برین همه جا موعظه کنین، یک دعوتی هست برای توبه، موعظه کنید، هر که ایمان آورد تعمید یابد نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. پس که هر که ایمان بیارد پس باید تعمید بگیره. و همینطورم قبل از اینم گفتیم بریم به تمام چی شاگرد بسازه و ایشان را تعمید بدین در نام پدر پسر و روح القدس. هفته گذشته صحبت کردم در مورد خدای تثلیث، پدری که خداست که ما رو دوست داره، عیسی مسیح که پسر خداست، کلام خداست که آمده ما رو نجات بده، و روح القدس خداست که در ما ساکن شده که حیات جاودانی رو به ما ببخشه. هر سه تا خدا هستن. روح القدس فقط قدرت نیست، بلکه خود خداست که وارد شده با من یک شده. پس این یک حکمی هست که عیسی مسیح در این قسمت گفته. زمانی که در مورد میگین که به ایشان تعمید بدین، تعمید به زبان یونانی میشه رتوبر شدن زیر آب، رفتن زیر آب، و تعمید عمل سمبولیک به نشانه تصمیمی هست که یک شخص قبل از این گرفته بود. یا نوشتم یا تعمید عمل سمبولیک به نشانه تصمیمی هست که شخص قبلا آن را اتخاذ کرده است. تقریبا مثل ازدواج. ازدواج چیه؟ زمانی که من عروسی میکنم، همه شما رو دعوت میکنم، پس قبل از این چه اتفاق افتاده؟ انتخاب نکردم، بلکه عاشق شدم. نمیدونی این انتقا کردن تو زنمه بیاشد. نه قبل از این عاشق میشم. زمانی که عاشق میشم با قلب من، بعد از این با فکر من میگم که این زنی هست که میخوام تمام عمرم با او زندگی کنم. زمانی که این دوتا احساس و فکرم یک میشه، بعد از این میگم الان میخوام یک عروسی بکنم، میخوام به تمام دنیا بگم که الان این زن منه. و عروسی هم چیه؟ عروسی من قبل از اینکه من ازدواج کنم، برای من چی بودم؟ مستقل بودم، آزاد بودم، هر موقع دوست داشتم میخوابیدم، بیدار میشدم، میرفتم، دوستای خودم رو انتخاب میکردم. الان در دنیا با این زن بودم، بعد از این با اون زن بودم، با این برال. بعد زمانی که به یه جایی میرسم که میگم که الان میخوام ازدواج کنم، و قبل از این واقعا در قلب من این محبت به وجود آمده نسبت به زن، پس اونجا میگم که از این به بعد میخوام زندگی آینده منو با این زن بگذارونم. درسته؟ به این خاطر میخوام جشن بگیرم، جشن عروسی. و توی جشن عروسی اینجا همسرم الان نسین اینجا و من هستم اینجا، و تمام افرادی که دعوت میکنم بیان اونجا ببینن که یه اتفاقی در قلب من افتاده و یه اتفاقی در قلب همسر من نسین افتاده. پس قبل از این یه اتفاقی افتاده و میخوام اینو نشون بدم. هیچ کسی که عروسی میکنه نمیره تو انبار اونجا تو اتاق خودش اونجا مثلا عروسی کنه، یه چیزی هست که اعلام میکنی. درسته؟
درسته یا نه؟ بگیم بله یا نه؟ بله. و همینطور هم اعلام میکنم، میگم ای تمام زنها شما باختین دیگه، من دیگه من دیگه چی بود؟ متأهل یعنی؟ آها، مال یا متأهل به نسلین هستم، درسته؟ متعلق، اینو میخواستم، متعلق به همسرم هستم، متعلق. مرسی. دیگه اوکی باشه، آنتون من رو فهمیدین. سو من دیگه برای این عهد رو که بستم متعلق به همسرم هستم، دیگه چشم دیگه برای زن دیگه ندارم. یا متوجه هستیم؟ الان همینطور که زمانی که ما تعمید میخوایم بگیریم، یا و معمولا ما توی کلیسامون و همه کلیسا هستم جشن میگیریم. سال 2016 بود که توی کلیسامون، الان زمانی که اینجا از ایران این تمام این پناهنده هایی آمده بودن، افغان، ایران، ایرانی آمده بودن و کلیسامون پر شده بود، یعنی جا دیگه نبود. و 2016 افرادی زیادی ایمان آوردن به عیسی مسیح و ما توی چیز بودیم، رفتیم، اونقدر زیاد بود که تو کلیسامون جا نبود و رفته بودیم یک بار توی استرخ بود و 70 نفر اونجا تعمید گرفتن و بعد از، یعنی تعداد خیلی زیاد بود، یه قسمتی الان توی چیز کردیم، استرخ کردیم و اونجا هم از چیزم آمده بودن، از تلویزیون هم اونجا آمده بودن، چه شنیدن مسلمان ها الان مسیحی میشن، برایشان خیلی تعجب و تعجب آواز بود. و بعد این آمدن و توی چیزم، توی تلویزیون هم اونجا نشون میدادن. و بعد از اینم که بعد از تقریبا 3 ماه دیگه بود که 80 نفر بود و اونجا توی هامبورگ یک پارک شهر داریم و با یک دریاچه هم هست، گفتیم بریم اونجا، اونجا باید تعمید بدیم. و اونجا رفتیم، اونجا از 4-5 تا کانال های تلویزیون آمده بودن، چون برای خودشون واقعا تمام دنیا چیز شده بود اون موقع، از آمریکا زنگ زدن، از روسیه زنگ بزنن، گفتن ما خبرنگارا رو میخوایم بفرستیم اونجا ببینیم که چه اتفاقی میفته. و همینطور هم کانال های مختلف فرانسه، از چند تا جاهایی آمده بودن و میخواستن ببینن آخر تو فکرشون نمی گنجید آیا واقعا میتونه یک مسلمان مسیحی بشه. اروپایی ها اینطوری هستن، میگن که مسلمان مسلمان هستن، ما مسیحی هستن. اینم مسیحی های چیز هستن، مسیحی مذهبی یا میگم سنتی. برحال اونجا آمدیم، اونجا فیلمش هم هنوز هم هست، اونجا 80 نفر اونجا تعمید گرفتن. چه واقعا جشن شکویی بود، چه جشن عالی بود، با پرستش، با شکرگزاری. الان تصور کنین 80 نفر میرن اونجا توی دریاچه تعمید میگرفتن و همینطور هم فیلم هایی که گرفتم از بالا، از این چیزایی بودن، از این فیلم دوربین هایی که درا یا چی؟ درون یا از اونجا هم، یعنی توی تلویزیون هم اونجا نشون دادن، در جاهای دیگه نشون دادن. رفتید که از آمریکا زنگ زدن به من، گفتم ما فیلم شما رو دیدیم. چرا؟ یک اعلامی بود، یه اعلام بزرگی بود. 80 نفر تعمید گرفتن، قبل از این 70 نفر تعمید گرفتن. معمولا اینطوری افرادی که تعمید میگیرن نرمال تقریبا یه 10-15 نفر هستن، شاید 20 نفر باشن. فقط این اون زمانی بود که این تمام پناهنده هایی که آمده بودن، یعنی تمام مرز هایی که باز بود، تعداد 1,000,000 نفر آمدن آلمان دیگه و توی شهرهای دیگه هم همینطور این چیزها رو میشنیدیم. بعد پس میخوام بگم که پس تعمید یک اعلامی هست و پشتش جشنه هست که اونجا ما میگیریم.
و اینجا زمانی که از این دو تا چیزایی که صحبت کردم، دو تا حکومت هایی صحبت کردم، زمانی که عیسی مسیح میگه که پس برین اونجا تعمید بگیرین و میگه که زیر کدوم حکومت میخواین زندگی کنین و همینطور هم هدف زندگی تو چی، دنبال چی هستی الان، زمانی که پیام منو شنیدی، انجیل رو شنیدی، دنبال چی هستی؟ نجات هستی یا میخوای واقعا به اون هدف برسی که همون نقشه من که تولد تازه رو داشته باشی، ببخشید شبیه من بشی. یک مثال دیگه هم میخوام بگذارم که اینم متوجه بشین، این تفاوت همون نجات پیدا کردن و همینطور هم تعمید گرفتن. حالا مثال ایران رو میخوام بزنم چون خودتون از ایران آمدین، اینم یک عنوان یک مثال میخوام بزنم. الان مثل این که توی ایران هستی و الان زیر تسلط کشور ایران هستی، یعنی اسلام یکی اونجا حکومت میکنه، درسته؟ زو زمانی که الان یک شخصی مثلا متوجه شده که گفته که نه، من این سیستم رو نمیتونم قبول کنم، من میخوام واقعا در این آزادی زندگی کنم، یا این الان دنیای صحبت میکنم و که شما هم الان چه از ایران آمدین دیگه، خودتون دیگه میخواستین از این سیستم بود، الان هر چیزی میتونه، کسانی هستن که به خاطر اقتصاد میان اینجا، کسانی هستن که واقعا به خاطر مذهب میان اینجا، دیگه واقعا رنج و درد میکشین. به هر حال بگیم که الان به چه دلیلی که شما الان میخواین الان بیاین آلمان. آلمان کشور دموکراسیه، بعد از این میرین یه هم متوجه میشین که الان آلمان یک چیزی داره، یک قوانینی داره و میگه که زو هر کسی که میخواد بره آلمان و پاس آلمانی هم حتی داشته باشه باید بیاد اینجا، ما توی سفارت آلمان ما به ایشان مثلا یه کورسی انجام میدن که زبان آلمانی رو یکم یاد میگیرن، بعد از این به شما همینطور یه هدیه میدیم. این پاس آلمانیه، پاس قرمز آلمانی، نه پناهنده. این مثال میگم. زمانی که الان یک شخصی هست که من متوجه شده من میخوام واقعا آزاد بشم، پس میره اونجا سفارت آلمان و میگه من میخوام آلمانی بشم، یا من میخوام بیام تو آلمان، از این سیستم میخوام بیام بیرون. بعد از این میگه باشه، او که الان یک کورسی باید بکنی و کوتاه آلمانی رو صحبت چیزو باید یاد بگیری. میگه باشه، او که میشینی اونجا چیز میکنی، بعد از یک هفته، دو هفته، سه هفته الان پاس رو به تو میدن، پاس قرمز رو میدن. الان از سفارت آلمان میای بیرون، چیز پاس قرمز هم دارین. الان بگیم که الان این همون مشکلی الان به وجود آمده، این مثل اینکه تو یک زنی هستی و الان قبل از اینکه رفتی توی سازمان سفارت آلمان این حجاب باید سی می پوشیدی دیگه، رفتی اونجا الان پاسش رو برداشتی آمدی و میگه که من الان پاس دارم، این حجاب رو بر میداری، میگه احتیاج ندارم و الان میری توی خیابون، چه اتفاقی میفته؟ نه، چه اتفاقی میفته؟ زمانی که الان پاس تو داری، پاس قرمز آلمانی هم داری و میایی تو همون ایران هستی، میایی بیرون و میگه که من احتیاج به حجاب ندارم، من یه آلمانی هستم، چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقی که با مسیح امینی اتفاق افتاد و قبل از این اصلا خیلی چیزایی اتفاق افتاد که خیلی برای دردناک بود، ظلمی. پس اینجا چون قانون ایران، قانون اسلامینه که باید یک زن یه حجاب برداره، طبق این قانون تو نمیتونی الان بگی من آلمانی هستم، من احتیاج ندارم، چون زیر تسلط این کشور زندگی میکنی، قانونهای کشور زندگی میکنه. اینم مثال میزنم، الان بری توی روسیه یه چیزی دیگه هست. پس اینجا نگاه میکنی میبینی که حتی من عنوان آلمانی هم برم اونجا، یه زن آلمانی هم بره اونجا و میخواد اونجا زندگی کنه، باید حجابی بذاری. چرا؟ چون ربطی نداره الان از کدوم کشور آمدی، این قانون اینو گفته، باید پس رعایت کنی. پس زمانی که میای بیرون میبینی که هنوز باید قانونای این کشور رو رعایت کنی، پاس آلمانی رو هم داری، پس چه کاری باید بکنی که واقعا آزاد بشی؟ بیای بیرون. پس چی میکنی؟ میری توی چیز اوژانس هواپیمایی و میری اونجا یه بلیتی میخری،
خوبیش اینه که حتی سفارت آلمان پول بلیط هم به تو میگه میده یا و بعد از این میری اونجا تیکت رو میخری میای بیرون هنوز زیر تسلط ایران هستی. و زمانی که رفتی تو هواپیما و از این هواپیما الان پرواز کردی دیگه رفتی بالا دیگه اون موقع میتونی حجابت رو برداری، یا زمانی که وارد آلمان شدی دیگه آزاد در زیر دموکراتی زندگی میکنی دیگه اونجا آزاد هستی از همه قانونهای اسلام. درسته؟ زود تقریبا اینو که گفتم مثل مثال که متوجه بشین هنوز زمانی که اینجا ایمان آوردین به عیسی مسیح پاس آسمونی رو گرفتین، بعد هنوز اونجا زیر تسلط اون چیز هستی، کشورتون هستی و یا پاس تو گرفتی، فقط هنوز از نسل آدم و حوا هستی. و زمانی که تو پرواز میکنی دیگه این پرواز تعمیده. زمانی که میای اینجا از یک کشور به یک کشور منتقل میشه، از یک سیستم آزاد میشه وارد یک سیستمی دیگه میشه. همینطور که من ازدواج میکنم میگم که از این به بعد دیگه من مستقل نیستم، الان من چیز هستم، متعهد هستم. یا به این خاطر الان هم زمانی که من تو این هواپیما میشینم و میرم همون توبه بازگشت این میشه، مثلا میری همون توی سفارت این پاس تو میگیری، این قوانینی هست و بعد از اینم برحال تعمید گرفتن یعنی از یک حکومت به یک حکومت منتقل میشه. این یک مثالی هست که درست متوجه بشیم که زمانی که کسی ایمان آورده به عیسی مسیح و توبه و بازگشت کرده پس اینجا باید تعمید بگیره و تعمید گرفتن همینطور اعلامه هست که من زیر کدوم حکومت زندگی میکنم. الان میتونم بگم که حتی مسیحا هم هستن که اینو میگم که تقریبا مثل مثالم باشه، شما تو ایران هستن و تو ایران هم اونجا رفتن از سفارت آلمان هم این چیزشم گرفتن چی میگن پاسش رو گرفتن، فقط دوست دارن هنوز روش های ایران رو، هنوز دوست دارن در ایران زندگی بکنن. فقط اوکی میتونم بگم پاسش رو دارم، فقط این آزادی رو درونش ندارن، این آزادی و این خواندگی که خداوند ما رو خوانده، چون هنوز اون چیزی که ترک کردی حالا دوباره برمیگردی و میخوای همون زندگی داشته باشی. متوجه هستیم؟ زمانی که میگم که یه چیزی اشتباه است پس باید اینو قطع رابطه کنم و برم میگم این چیزی که حقیقته. و اینجاست که عیسی مسیح خودش هم میگه که هر کسی ایمان بیاره تعمید بگیره و همینطور هم نجاتی به دست خواهد گرفت. پس زمانی که عیسی مسیح پس میگه که برین تعمید بگیرین، پس تعمید منظورش این مرگ بگم انسانیت کنه یا مرگ زندگی گذشته که ما داشتیم. ما گفتیم قبل از این زیر تسلط شیطان بودیم، یا میتونم بگم از نسل آدم و حوا بودیم، یا بگم از ناف ما وصل شده بودیم به ناف آدم و حوا، از نسل گناهکار بودن، اونجا وابسته بودیم. الان آمدیم با عیسی مسیح توبه کردیم، بازگشت کردیم و اونجا وصل شدیم، از اون یک نافی هست که به وسیله روح القدس به ما وصل شده. این آدم و حوا رو میگم، این ناف آدم و حوا یعنی این گناهکار بودن و گناه کردن. و زمانی که ما توبه و بازگشت میکنیم مثل اینکه این ناف بریده میشه، چیزی که مربوط به آدم و حوا بود کلن دیگه قطع میشه، دیگه هویت من با خداست، ناف من با خداست، از اونجا تغذیه میشم.
و هر چیزی که احتیاج دارم که روز به روز رشد کنم، به کاملیت برسم، شبیه مسیح بشم، تمام صفتهای خدا در من قرار گرفت میگیره، الان از او دریافت میکنم. یعنی این به وسیله فیض خدا همینطور میتونم دریافت کنم. یه بچه‌ای که در رحم مادرش کاری نمیکنه، بلکه اونجا هر چیزی از مادر اونجا منتقل میشه به این بچه، درسته؟ که این بچه شکل میگیره. بعد از اینکه بچه به دنیا میاد، دیگه از اون موقع چی میشه؟ نافش بس قطع میشه. ما هم تقریبا زمانی که الان میتونی بگم که زمانی که به عیسی مسیح هم ایمان میاریم، یا اینجا باید یه چیزی که از گذشته بود قطع بشه، دیگه از اونجا تغذیه نمیشیم، بلکه از خداوند تغذیه میشیم. چیزی که هست، تمام عادتهای زندگیمون، هر چیزی که در ما از آدم و هوا در ما کار میکردن، یواش یواش باید از بین بره و تمام صفتهای زیبایی خدا، ثمرهای روح القدس در ما باید دیده بشه. آرامش، صلح، سلامتی، شادی، تمام چیزهایی هستن در ما باید قرار بگیره. به این خاطر اینجاست که من میگم که خدا، من زمانی که کسی که واقعا ایمان آورده به عیسی مسیح، با نقشه خدا برایشون باز شده، میگه که مسلم خدا، من میخوام تعمید بگیرم، من میخوام از زندگی گذشته هم اینجا یک خطی بکشم، دیگه نمیخوام اون زندگی گذشته رو داشته باشم و این زندگی گذشته رو زندگی کنم. من میخوام الان یاد بگیرم روش های خدا زندگی کنم. من میخوام یاد بگیرم همینطور از او با ای به وسیله ایمان تغذیه بشم، به وسیله روح خداست، و اونجا بیشتر و بیشتر به شباهت عیسی مسیح برگردم. این یک شخصی هست که واقعا انجیل رو فهمیده. و زمانی که در مورد میگم که زمانی که یک کسی میگه من میخوام عیسی مسیح در زندگی من حکومت کنه، فقط با احساس نیست که مثلا ما میگیم ما عیسی مسیح، این کتاب مقدسی که نگاه میکنیم، این کتاب مقدس، این کلام خداست، این خداست بدون حیات، این کلام خداست دیگه. پس زمانی که باور میکنم به کلام خدا و باور میکنم به عیسی مسیح، پس باور میکنم به کلام خدا. زمانی که من تصمیم گیرم تعمید بگیرم، میگم من نمیخوام دیگه اون زندگی گذشته رو داشته باشم، من میخوام واقعا عیسی، تو منو فیض بخشیدی، تو منو نجات دادی و منو کفاره گناه من شدی و همینطور از مردگان برخاستی و منو دعوت کردی برای اون دعوت سماوی و من فهمیدم که تو میخوای، من فهمیدم که تو منو خلق کردی که شبیه تو بشم و میخوام با تو زندگی کنم، میخوام تعمید بگیرم و تو رو دنبال کنم. یعنی من باور میکنم به کلام تو و خودم رو میارم زیر تسلط کلامت، یعنی کلام توست زندگی من. اینجا اشتباهاتی بعضی وقت میکنیم، احساساتی میکنیم که من عیسی رو دوست دارم و عیسی روی من میخوام حکومت کنه، فقط به این اطاعت نمیکنیم. زمانی که حکمایی هست، نه شریعت، حکمایی که اینجا نوشته، خدا میگه که اگه منو دوست داری، حکم منو نگه می‌داری، مطیع من بشی، تو مطیع من بشی، من زور نمی‌کنم، تو بیای، من تو میگی که من می‌خوام واقعا اینو چیز کنم، کلام رو نوشته. پس زمانی که ما میگیم که عیسی مسیح می‌خواد روی من، می‌خوام در من ساکن نه فقط باشه مثل مهمون، بلکه می‌خوام حاکم باشه، پس خودم من می‌خوام از این به بعد این راستیش، این کلام راستیه و می‌خوام این کلام روی زندگی من حکومت، منم می‌خوام مطیع باشم. اشتباه میکنم، خرابکاری میکنم، دوباره گناه میکنم، فقط به هر حال دوباره برمیگردم، دوباره اینه درست و خودتو زیر کلام خدا میاری و اونجاست که روز به روز زندگی ما، زمانی که مطیع میشین، باور میکنین، اونجاست که از این نافه که روح القدس از اونجا تغذیه میشی، تمام چیزایی که ما احتیاج داریم، صلح، سلامتی، آرامش، هر چیزی که قدرت، غیرت، همیشه در ما قرار میگیره. قبل از این یک موشی بودی، میترسیدی از همه چی، از خدا، از تو به وسیله همون روح خدا از تو یه قهرمانی میسازه. یه کسی یه زمانی بود که خجالت میکشیدی، کنار میکشیدی، اجازه میترسیدی حرف بزنی،
یهو میبینی که تغذیه شدی، یعنی چون اطاعت کردی، تمام چیزایی که از خداونده، از عیسی مسیح در تو قرار میگیره و میبینی که زندگی چقدر عوض میشه، چقدر روز به روز تبدیل میشی. تو الان نگاه کنی 2021 رو نگاه میکنی با 22 میبینی که ای چقدر عوض شدی، 23 رو نگاه میکنی میبینی که ای چقدر من از طریق سلامتی، از طریق حکمت، از طریق قدرت، از طریق چیز، من یه کسی بودم که خیلی خجالتی بودم، اصلا جلوی افرادی میتونم صحبت کنم، اعتماد به نفس من صفر بود واقعا. اینطوری که قبل از این ایمان میارم فکر کردم از من یه چیزی ساخته نمیشه. هرچقدرم رفتم چیز مهندسی رو خوندم، یعنی دانشگاه رفتم یا و مهندس هواپیما هستم، یا این از طریق مدرک هستم، فقط درون من میگفتم من به درد نخوردنی هستم. چون مدرک مهم نیست، مهم اینه که تو در مورد خودت چی فکر میکنی. متوجه هستی؟ یه کسی هستن که هیچ چیزی ندارن، فقط از خودشون چیز بزرگی فکر میکنن. به این خاطر الان همین مثال خودم رو گذاشتم، چطور خدا نه فقط منو نجات میده و بعد از این یواش یواش این هویت خودم، یعنی هویتی که با خدا دارم، این بیشتر و بیشتر عمیق‌تر میکنه، بدونم که هویت من در خدا، در مسیح کیه. و بعد از یه مدتی، بعد از 3-4 سال 5 سال، خدا میگه که الان برو پیش خواندم تو رو به کشور ایرانی ها خدمت کنی. منم که ایرانی فارسی، زبان فارسی اصلا کلا فراموش کرده بودم. من تا کلاس 4 رفته بودم تو ایران، اومدم اینجا ارمنی صحبت میکردم و تو آلمانی، انگلیسی و فارسی رو اصلا فراموش کرده بودم، یعنی فراموش، یعنی چیزم نمیدونستم اون موقع. بعد از این خدا گفته که بیا الان به ایرانی ها خدمت کنی، گفتم من ایرانی رو اصلا نمیشناسم، اصلا زبانش رو بلد نیست، هیچ چیزی نمیدونم. خدا گفته که ببین من از تو یک کسی رو میسازم. بعد از این غلط غلوت و اینطوری چیزا، تا هنوزم هنوز میبینی که مشکل دارم. فقط خدا شروع میکنه یواش یواش چیز کردن، ساختن، یا درون تو یواش یواش بیشتر تمام سلولای مسیح تقریبا میگم قرار میگیرن، یا هویت خدا در تو قرار میگیره، صفتهای خدا در تو قرار میگیره، چون تغذیه میشی، چون اونجا بریدی اونجا و تصمیم گرفتی این راه رو با خداوند بری، تصمیم گرفتی، فهمیدی که برای چه چیزی خوانده شدی. خدا منو خلق کرده، با محبت منو خلق کرده، قبل از آفرینش از من اطلاع داشت، منو دنبال خودش، دنبال خانواده بود و به این خاطر منو به دنیا آمد آورد. و همه چی، تمام دنیا، هر چیزی که الان هست، اون موقع خدا میخواست به دستای من بده، من با او حکومت کنم. در مورد حکومتم صحبت کرد، همه چی رو نگهداری کنم. برای این خدا منو خلق کرده. پس برای این خلق کردن که نجات داده، الان من باید قدم‌ها رو بردارم، اون رو پیروی کنم، نه به دوباره برگردم به زندگی گذشتمون. این چیزی هست که به هر حال در مسیح هنوز مشخص نشده برای چه چیزی عیسی مسیح ما رو نجات داده. و تعمید به هر حال اونجا میگیم که چیزی رو کدوم حکومت میخوام زندگی کنم. الان عیسی مسیح او الگوی منه، من باید زندگیمون طوری زندگی کنم یا که شبیه بشم. به این خاطر من به اون کلام که خود خداست باور کنم و همینطورم مطیع باشم و احکام او رو انجام بدم. اتوماتیک دیگه اینو انجام میدی، اتوماتیک این شیره روح القدس در من شروع میکنه کار کردن. خودت هم متوجه نمیشی ها، فقط مطیع هستی، اطاعت میکنی، دردهایی میکشی، از حق خودت باید بگذاری، سخته، بعد میگی که نه این کار درسته، از حق خودت نگذری، بعد میگی مثل این که برگردی دوباره زندگی خودت اونجا، انتقام من. زمانی که همه چی رو میگذاری کنار، میبینی که فروتنی در تو قرار میگیره. فروتنی نمیتونی یاد بگیری، فروتنی به وجود میاد زمانی که غرور تو شکست میخوره. مشکلی غرور شکست بخوره، اتوماتیک فروتنی خدا به وجود میاد، چون خدای ما عیسی مسیح
هر چقدر خداست، پسر خداست، هر چقدر اقتدار رو داره، همزمان هم فروتنه. و این چیزایی هست که باید در ما قرار بگیره. پس تمید، معنی تمید به طور سمبولیک مرگه. معنی فرو رفتن، مدفون شدن، یعنی تو الان میمیری. منظور یعنی الان اینجا در رومیان باب 6 آیه 3 تا 4 اینجا نوشته نمیدانید که جمعی ما، الان اینا برای افرادی نوشته که یعنی ایماندار هستن، بعد مثل این که الان میخواد بگی که آیا نمیدونستی که تعمید گرفتیم، در چی تعمید گرفتی؟ مثل این که هنوز شاید متوجه نشده بودن. چه میگه که نمیدانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم. پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم، تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تازگی حیات رفتار نماییم. تازگی حیات رفتار نماییم. زیرا اگر بر مثال موت او تعمید متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. بیرون آمدن از آب نیز به نشانه این هست که با مسیح برخواستم، قیام کردم. به این خاطر عیسی مسیح میگه که برین اونجا و تعمید بگیرین. پس میگه که آیا نمیدونستین که زمانی که ما تعمید گرفتیم با عیسی مسیح روی صلیب اونجا متحد شدیم، با او مردیم. عیسی مسیح دفن شده، ما با او دفن شدیم. عیسی مسیح قیام کرده، ما قیام کردیم. شاید اینطوری به شما بگم، ما میدونیم که عیسی مسیح با انسانیت ما متحد شده، یعنی خودش انسان بود دیگه، درسته؟ انسانی گناهکار نبود، خودش گناهکار نبود، نه گناهی هم انجام نداده. گناهکار یک کسی هست که چی؟ خودش مرکز خودشه. و زمانی که عیسی مسیح اونجا انسان شد، ظاهر شد، خدا در این دنیا ظاهر شد، با این گناهی که میتونست گناه کنه، عیسی مسیح میتونست گناه کنه، فقط به هر حال چون خدا درونش بود، هیچ موقع این عمل خودخواهی در اون دیده نشد، خودمحوری در اون دیده نشد. اون هر کاری که انجام میداد فقط برای بشر بود. متوجه هستین؟ زمانی که انجیل رو میخونی میبینی که این کاتبان یا همینطور فریزی ها بعضی وقتا میامدن رو میخواستن توی گناه بندازن، همینطور شیطان هم آمد میخواست که یک گناهی که اگر عیسی مسیح میکرد، یعنی چی؟ یعنی زمانی که میگم گناه، یعنی یک خودخواهی که عیسی مسیح میکرد گناهکار میشد. به این خاطر شیطان او رو وسوسه انداخت و رفت روی کوه. بعد از 40 روز آمده گفته که اگه تو خدا هستی پس از این سنگ نون بساز. درسته؟ یادتون هست؟ یعنی به فکر شکمت باش، تو گرسنه هستی، 40 روز چیز نکرد، تو خدا هستی، تو میتونی این کارو بکنی. شکمت و خودش کلام خودم عیسی مسیح اونجا گرسنه بود. کار شیطانی نبود که الان معجزه کنه. کار شیطانی بود که عیسی برای خودت فکر کن. چی؟ یا اوکی اینم بود، فقط اصل مطلب این بود که به خود، برای خودت فکر کن، چون در خدا هیچ خودخواهی وجود نداره. نمی‌بینین که الان اینجا این کارو نکرد، گفته که چه صحبتی؟ گفته نه نان فقط، بلکه از هر کلامی که از دهن خدا میاد انسان زیست میکنه. حتی نشون میده به خدا، ببین کلام خداست که تو رو حیات میبخشه. نون درسته، ما باید احتیاج داریم. بعد میبینی که بعد از هفته ها میره اونجا 5000 نفر اونجا سیر میکنه.
یا و زندگی عیسی رو که نگاه میکنه با دقت چیز کنه میبینه هیچ جایی نبود که برای خودش فکر کنه و از خودش میتونی دفاع کنه، یه چیزی هم احتیاج نبود خودش ثابت کنه، خودش در اونش میدونست که من خودم کی هستم. به این خاطر الان زمانی که عیسی مسیح آمد این انسان شد، این انسانی که ما هستیم. الان میخوام درست متوجه بشین، زمانی که میگین که باور میکنی که من باور میکنم عیسی مسیح تو برای گناهای من مردی، یعنی مثل این که تو بدن من رو برداشتی روی صلیب برای گناه های من اونجا کشته شدی، درسته؟ الان فکر کن الان تو خودت الان یک این شسته این بدن هستی، زمانی که باور میکنی که عیسی برای تو مرده اونجا متحد شده با تو، یعنی تو الان یک قسمتی هست برای تو مرده دیگه. زمانی که الان عیسی مسیح روی صلیب مرد، این چی شد؟ این هم مرد، درسته؟ الان این شست مرده. زمانی که عیسی مسیح رفت دفن شد، این شست کجاست؟ در قبرستان. بعد از عیسی مسیح از مردگان برخاست، این شخص کجاست؟ با عیسی مسیح برخاسته. پس زمانی که میگیم که ما تعمید میگیریم، یعنی با عیسی مسیح با مرگ او متحد میشیم، همینطور که اینجا گفته بود، یا در موت او تعمید یافتیم، یعنی زمانی که او مرد منم مردم، یعنی این انسانیت کهنه مرده، اون که از نسل آدم و حوا مرده. پس چون که در موت تعمید یافتیم با او دفن شدیم، پس با اونم دفن شدیم. زمانی که زیر آب اونجا میبرم زیر آب، امیدوارم یک روزی که تعمید بگیرین زیر آب میبرم دیگه، از دید خدا دیگه مردید. و زمانی که پس از این آب بیرون نیارم، همینطور یه 5 دقیقه اونجا بذارم و بیرون بیارم، گناه میکنی؟ دیگه گناه نمی کنی، رو مردین، درسته؟ شما رو 5 دقیقه بذارم زیر آب، دیگه هیچ موقع گناه نخواهیم کرد. فقط خدا رو شما اونجا نمیذارم، بلکه زمانی که بیرون میارم، یعنی با عیسی مسیح از آن، همینطوری بعد از 3 روز عیسی مسیح قیام کرد، تو هم با او قیام میکنی. پس میبینین که چه معنی داره که این چیز، این تعمید، که با عیسی میمیری و هر چیزایی که از زندگی گذشته هست، از انسانیت کهنه هست، میمیری. سو الان زمانی که من زنده هستم، یا اینطوری به شما بگم، نه یک روز همه ما باید بمیریم، و زمانی که قبل از این که با بمیریم، قبل از این که ما باید بمیریم، باید بمیریم، قبل از این باید بمیریم. قبل از مردن واقعی که مثلا دیگه میمیرم، قبل از این باید مرده باشم. منظور اینه که زمانی که الان با تعمید میمیرم، درست قبل از این که بیره تعمید بدی، گناهات آمرزیدش روح القدس آمده در تو، تولد تازه رو داری، یعنی جسم در میمیره، یه جسم پاک تولد دوباره، نه تولد تازه رو قبل از این داشتی، تو روح القدس رو میگیری، تولد تازه رو میگیری، بعد از این میری میمیری، و چون روح القدس در تو هست و اینجا تو رو از آب میرون، دیگه تو حیات جاودانی رو داری و یک روز باید بمیری، فقط از طریق جسم باید بمیری. پس قبل از این مردن، یک بار در تعمید تو مردی. یه کسی که در تعمید نمرده، یعنی روح خودشون روح خدا رو نداره، دریافت نکرده، یک روز باید بمیره دیگه. اون موقع این که مرده دیگه، این دیگه تمام شده، داوری میشه و میره تو جهنم. پس قبل از این که ما یک روز فیزیکی بمیریم، پس باید هم یک
قبل از این ما در تعمید عیسی مسیح مرده باشیم، یعنی تولد تازه رو به دست آورده باشیم، الان حیات جاودانی رو من میدونم، با این امید زندگی میکنیم که یک روز من باید بمیرم، فقط من میدونم حیات جاودانی رو دارم و از قد شدم از این حکومت شیطان. یک مثال دیگه هم که درست بیشتر متوجه بشید، زمانی که هر کسی به در این دنیا به دنیا میاد، تقریبا اینطوری بگم، با شیطان ازدواج کرده. ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی عهد بستن، درسته؟ ازدواج یعنی عهد میبندم. سو زمانی که الان احتیاج به کمک دارم، میتونی بیایین؟ آرتین تو هم میتونی بیایی؟ اینه که درست متوجه بشین، بگیم که آرتین اوکی سفید پوشیده، فقط بگیم که این عوض کنیم، آرتین بگیم که عیسی مسیحه، ببخشینا تو پارانتز شیطانه. سو من گناهکار به دنیا میام، زمانی که گناهکار به دنیا میام، تو منو بگیر. سو گناهکار بیه، متعلق به او هستم، عهد با او بسته شده. آدم و حوا این عهد رو بستن، گفتن ما تو رو میخواییم، عهد بسته شده. شیطان هم به خاطر گناه من، یعنی گناهکار بودن من، تسلط روی من داره. یا الان نمیگم این تو رو نمیخوام، عیسی رو میخوام، میگه باشه هر چی میخوای بخوای، فقط زیر دست منی. طلاقم نمیتونم بگیرم چون گناهکار هستم، درسته؟ سو زمانی که کی میتونم خلاصی پیدا کنم؟ الان الان دنیای زندگی، دنیای صحبت کنم، با نسرین الان با هم ازدواج کردیم، من اجازه ندارم طلاق بگیرم، یا خودش هم اجازه نداره طلاق بگیره. و الان بگیم که نسرین الان عاشق یه مردی دیگه شده، مثال میگم ها، میتونه الان این کاری کنه؟ نه. کی میتونه واقعا این کار رو انجام بده؟ زمانی که من بمیرم، زمانی که من مردم، دیگه این عهد دیگه چی شد؟ بعد از این میگه که بعد از این نسیم میتونه مثلا با یک مرد دیگه ازدواج کنه. پس مرگ من باعث میشه که این عهد بسته چیز میشه، شکست میخوره، درسته؟ الان همینطورم که هست، الان زمانی که من به دنیا آمدم، زیر گناه هستم، زیر تسلط او هستم. سو زمانی که پس الان تعمید میگیرم، پس میگم که من عیسی رو دوست دارم، عیسی پادشاه منه، او گناه منو چیز کرده، برای گناه من روی صلیب کفاره گناه من شده، به جای من مرده، من باور میکنم به مرگ و قیامت او، یا و الان گناه من آمرزیده شده به واسه، و الان میخوام تعمید بگیرم. تعمید یعنی الان با عیسی مسیح من الان من آلبرت الان مرده. از دست کی آزاد شدم؟ از دست شیطان. از دید شیطان الان من مردم، چون من تصمیم گرفتم با ایمان تعمید بگیرم. پس از دید شیطان الان مردم، یعنی شیطان میگه که من آلبرت رو از دست دادم. و زمانی که برمیخیزم از این آب، الان عهد جدیدی هست که الان با چیز بستم، چون قبل از این عیسی این عهد رو بست. یا زمانی که عیسی مسیح بره بمیره، این عشا رو برداشته، گفته که این بدن منه که برای شما داده میشه، و این پیاله عهد فیضه که با خون من بسته شده، این عهد بسته. قبل از این که مثلا از اون خبر داشته باشم، اون عهد بست با من. زمانی که من الان تعمید میگیرم، زمانی رفتم آب بیرون آمدم، الان با عیسی مسیح عهد بستم، یعنی ازدواج کردم یا وارد نامزدی شدم. ولی شیطان که نگاه میکنه، میگه که آلبرت اصلا مرده، هیچ قدرتی ندارم. تقریبا مثل این که الان من به سینا الان 10,000 یورو بدهی دارم، و یه سنتی هم داره که میگه که
آلبرت تو این 10,000 رو ندی من تو رو چیز نمی کنم، من تو رو میندازم تو زندان. سو زمانی که من بمیرم این سند چی میشه؟ و تمام چیز میگم چه تمام گناه ها هر چیزایی که هست علیه ایس که عیسی مسیح ما رو پاک کرده و الان هم که اینجا قبل از این زیر دست او بودم مردم، از دید شیطان و از دید عدالت خدا که من مردم دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، من مردم، الان اینجا با عیسی مسیح هستم، الان واقعا در فیزیکی میمیرم، یک روز باید بمیرم دیگه. زمانی که دیگه میمیرم دیگه با او وصل شدم، این عهد رو بسته بودم قبل از این، فیزیکی میمیرم فقط در روحی ما با او یک هستم. یا یعنی تعمید، تقریبا من اینو میگم، تعمید مثل طلاق از شیطان و ازدواج با عیسی مسیح. به این خاطر میخوام زمانی که اینو میخوام تعمید بگیرم، میگم جشن عروسی تو و جشن همینطور طلاق توست و جشن دفن توست که اتفاق میفته. به این خاطر باید جشن بگیریم و باید هم میدونم که اونجا پدر آسمونی عیسی مسیح روح القدس همه حضور دارم و میبینن که الان این پسر که خونم رو ریختم نجات دادم و الان میخواد با من زندگی کنه، با من عهدی ببنده. آمین. مرسی، خیلی ممنون. دیگه باطل میکنم این چیزی که اعلام کردم روی تو. پس عزیزان، هر کسی هم هست، هر کسی هم گوش میکنه، یک روز باید بمیری. فقط قبل از این که بمیری که ایمان میاری به عیسی مسیح و همینطور هم توبه میکنی، بازگشت میکنی، تعمید میگیری، این تعمید مهمترین کاری هست، مرگی هست که انجام میدی که به وسیله این دیگه هیچ موقع دیگه نخواهی مرد، چون دیگه واقعا اینجا آزاد شدی. توی غالاتیان باب 3 آیه 27 اینجا میگه که زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح رو در بر گرفتید، مثل اینکه پوشیدین، این پوشیدن مثل اینکه او رو با این عهد بسید، یعنی او رو برداشتن، او تو رو چیز کرده، چی میگه، پوشانده. یا کلوسیان باب 2 میگه با وی در تعمید دفن شد گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان به بر اعمال خدا که او را از مردگان برخیزانید. با وی در تعمید مدفون گشتی، در این تعمید که رفتی اینجا مدفون و الان یا در بر گرفتید. این قسمت هایی هم که گفتم بلو میخوام فقط درست متوجه بشین این زمانی که در مورد این چیز صحبت میکنم، در مورد این چیز، این زندگی کهنه یا زندگی که از نسل آدم و حوا بود، پر از گناه بود، رفتار، عادت، همه چیز اینطوری بزرگ شدیم، عادتهای زندگی ماست، طرز فکر کردن، طرز عمل کردن، این انسانیت کهنه باید بمیره. متوجه هستین؟ یعنی هر چیزی که از نسل آدم و حوا هست که اینا این چیزایی هست بمیره، زمانی که زیر تعمیده، یعنی قدرتش رو از دست میده، به شرطی که تو دوباره بر نگردی که بخوای طبق گذشته زندگی کنی. فکرایی که قبل از این داشتی، بدبین بودی، همه چی رو منفی نگاه میکردی، یا افرادو داوری میکردی، حکم میکردی، قضاوت میکردی، غیبت میکردی، تمام چیزایی هستن که از این زندگی گناه‌آلود در ما قرار گرفته بود،
عادتهایی هست. با چشم چطور نگاه میکردی؟ چشم غیر مستقیم صحبت میکردی، داوری میکردی؟ ما معمولا ایرانی هم خیلی در این قسمت متاسفانه ما چیز هستیم، حرفه‌ای هستیم، فعالیم. یا آلمانی ها خیلی هستن، گناهی توش هم هست، فقط اونجا ساده دل هست، اونجا یکم ساده دل رفتار میکنه، خودشون میگن کی هستم، یعنی بازی زیاد نمی کنن. فقط ما یاد گرفتیم بازی های زیادی بکنیم و پشت پرده حرف ها رو بزنیم، اون داریم بکوبونیم و غیر مستقیم کارهایی انجام بدیم. سو این تمام چیزهایی که از زندگی گناه آلود آمده، میخوای اینو ادامه بدی؟ و خیلی مسیحی هستن هنوزم ادامه میدن. من میگم این آدمایی هست که هنوز انجیل دعوت سماوی خدا رو نفهمیدن. یه کسی فهمیده دیگه کنار میکشه از این چیزا، دنبال اینه که چطور میتونم عوض بشم. و چون روح القدس هم ما داریم، روح القدس به ما کمک میکنه تبدیل بشیم. میخواد زمانی که در مورد صحبت میکنم که انسانیت کهنه باید بمیره، یعنی چیزی که از نسل آدم و حوا هست که باید بمیره، و اونجا من هستم که باید هر روز تصمیم بگیرم که کدوم راه رو میخوام برم. هر چقدر کلام خدا رو میخونم و با احکام خدا آشنا میشم و رفتار خدا و همینطورم ملاقات با خدا دارم، ملاقات با عیسی مسیح دارم، وقت میذارم برای خدا و زندگی من، منظوری نیست که الان 24 ساعت فقط اونجا توی صومعه تقریبا اونجا باشی، نه، زندگی تو میکنی، زندگی باید بکنی، برای مدرسه میری، دانشگاه میری، کار میکنی، هر جایی که ما زندگیمون همینطور ادامه خواهیم داد، فقط الان با یک روی دیگه، روش دیگه. قبل از اینکه چیز مثلا تقلبی میکردم و دروغ میگفتم و نمیتونم تظاهر میکردم، دیگه من این کار رو دیگه نمیکنم، چون این کار رو بکنم فایده نداره، برمیگردم به زندگی گذشتهمون، من میخوام عوض بشم. قبل از این شفاف نبودم، الان میخوام شفاف باشم، چون خدا شفافه، من میخوام شبیه خدا بشم دیگه. انتقاد پذیر، خب ما خیلی کم انتقاد پذیر هستیم، اینم از کم بودی میاد. زمانی که محبت خدا در ما قرار میگیره، اوکی، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، بعد از یه مدتی زمانی که محبت خدا به وسیله روح القدس در ما قرار میگیره، از تمام کمبودها هم آزاد میشیم. اون موقع برحال کسی که میاد میگه مثلا فکر میکنم برادر آلبرت این کار بکنی بهتر میشه، فکر میکنم میگم یا شاید درست باشه، شاید بهتر باشه این کار رو انجام بده، به ضرر من نیست که، به خوبی من دیگه، درسته؟ گوش میکنم چون من میخوام عوض بشم. فقط اگه دوباره بگم که حق منه، من میدونم، اگه باشه اوکی، عیسی مسیح میگه باشه اوکی، کاری نمیتونم بکنم، پس همینطور در این حال بمون. بعد از یک سال دیگه دوباره داد خواهی کشید، چرا زندگی من اینطوری، چرا اونه. برحال فقط ما میتونیم واقعا خدا رو شکر کنیم برای این امکاناتی که خدا به ما داده، این برای این تعمید که واقعا چیز سمبولیکه، فقط واقعا روحن یه اتفاق میفته در زندگی من. به این خاطر دوباره دو رومیمو به 6 آیه 3 تا 7 رو بخونیم که اینجا نوشته که دوباره یا نمیدانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم. الان پس چون که در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همون قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات، دیدی؟ در تازگی حیات، یه حیات تازه است، تازگی حیات رفتار کنیم. الان بعد از این جلسه حقجویان ما جلسه هدفمند خواهیم داشت، اونم تقریبا یه 6 هفته طول میکشه و تو این زندگی هدفمندم اونجا بیشتر این کلامی که زندگی هدفمند، بیشتر روش‌ها رو نشون خواهیم داد. یه من نیستم، بلکه همسر منه و همینطورم تیم هدفمند اونجا اداره خواهند کرد. فقط اینو متاسفانه نه از طریق چیزی، از طریق اینستاگرام نیست، بلکه از طریق زوم، فقط در موردش هم ما صحبت میکنیم.
پس در تازگی حیات رفتار کنیم. پس اینجا ما هستیم که به شما باید یاد بدیم که در تازگی حیات چطور، چه حیاتی هست، چطور باید زندگی کنم. زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتید، هر آینه در قیامت وی نیست چنین خواهیم شد. زیرا این را میدانیم، الان اینجاست، زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه مدعوم گشته دیگه گناه رو بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه مبرر شده است. پس این قسمتش با آیه 6 الان پیشنهاد میکنم برید تو همون کتاب خونه دوباره این قسمت رو بخونید. زیرا این را میدانیم، یعنی دیگه واقعا مشخص شده بود که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد، همینطور چیزی که به شما کهنه مرده، این تمام عادت ها هر چیزایی که هست اونجا مرده، تا جسد گناه مدعوم نگشته دیگه گناه رو بندگی نکنیم. نگفته گناه نکنیم، گناه خواهیم کرد، اشتباه خواهیم کرد، حد بندگی نزد اسارت، زیر اسارت گناه دیگه نیستیم. شیطان اون رو یخه تو رو نگرفته که گناه بکنی، تو که آزاد هستی، یا بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. در دوم قرنتیان باب 5 اونجا میگه که پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه هست، چیزهای کهنه در گذاشت، اینک همه چی تازه شده است. پس میگه یه کسی که الان جسمانی قبل از این بود، دنیایی بود، الان زمانی که روح خدا در تو قرار گرفته، الان یک موجود روحانی شده و یه خلقتی تازه، یه خلقت آسمونی، یه خلقت الهی هستی. چون از آدم و هوا نیستی، بلکه از خدا مولود گشتی. دوم پتروس باب 1 آیه 3-4، چنان که قوت الهی او همه چیزها را که برای حیات و دینداری لازم هست، همه چیز رو که ما احتیاج داریم برای دینداری لازم هست و زندگی پاک لازم هست که ما تبدیل میشیم به شباهت او، به ما عنایت فرموده هست به معرفت او که ما رو به جلال و فضیلت خود دعوت نموده. جد روحانی که به وسیله آنها وعده های ندرست گفتم مثلا روحانی که به واسطه آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده است، تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان هست خلاصی یابید. یعنی اینجا میگه که همینطور که گفتم خداوند همه چی رو برای ما داده، این بگم که ناف شاید بتونید بیشتر چین وسیله روح القدس با او وحش شدیم، هر چیزی که ما احتیاج داریم که به شباهت او برگردیم یا به شباهت او برسیم یا بیشتر و بیشتر این خدا در ما دیده بشه، عیسی در ما دیده بشه، همه چی به ما بخشیده هست که طبیعت چی بشیم؟ طبیعت کجاست چنان که حیات به دینداری لازم هست بیانه فرموده هست. این به وسیله آنها وعده های بسیار داده. آها، تا شما بر اینها شریک طبیعت الهی بشین، یعنی هر چیزی که از طبیعت خدا بشیم شریک، یعنی اینجا با خدا اینجا یک بشیم. همه چی خداوند به ما بخشیده هست، به این خاطر عیسی مسیح اونجا به شاگردانش گفت که پس عیسی به دیشان گفت، خطاب کرد و گفته تمامی قدرت در آسمون و زمین به من داده شده است، پس رفته همه امت ها رو شاگرد سازید و ایشان رو به اسم پدر پسر روح القدس تعمید یافتید، در تمام عالم بروید و جمعی خلایق را در انجیل موعظه کنید، هر یکی ایمان آورد تعمید یابد نجات یابد، و اما کسی هر که ایمان نیاورد به او حکم خواهد شد. الان امیدوار هستم این موضوع تعمید رو فهمیده باشید، چقدر تعمید یک
هرچقدر سمبولیکه فقط در روح چه اتفاقی میفته و چقدر میتونیم واقعا خوشحال باشیم که خدا این تمام چیزها رو برای ما فراهم کرده، آماده کرده که واقعا به نقشه او یک بشیم، با خدا یک بشیم، با طبیعت او یک بشیم. آینده ماجراجویان، آینده خوب و ماجراجویانه هست که منتظرش ماست که با خدا میتونیم راه بریم. یا نه اینطوری یک طرفه اینطوری باشه، بلکه واقعا روز به روز میتونیم با خدا ملاقات داشته باشیم، صحبت کنیم. منظور اینه که الان صحبت میکنیم مثل اینکه دائما تو با هم، یعنی روح خدا ما رو هدایت میکنه، ما رو کمک میکنه، تسلی میده، درسایی که به شما دادم و روز به روز که احکام او رو نگه میدارین، کلام رو میخونین، مشارکت دارین. کلیسا هم در این قسمت مسئولیت رو گرفته که به شما تعلیم بدیم، هدایت کنیم، روان درمانی کنیم، مشکلای شما رو بدونیم و بتونیم اینجا بتونیم به شما کمک کنیم که روز به روز آزادتر بشین، زندگی شما معنی پیدا کنه. هر روز صبح که بیدار میشین میدونی برای چی زندگی میکنی، برای چه هدفی زندگی میکنین و در قدرت و در شادی، در آرامش خدا زندگی کنین. آمین. این تعلیمی بود، یک عکسی هم اونجا بود که اینو تعریف نکردم. این تعمید اینطوری هم هست که اینجا این دنیا ملکوت شیطانه، اونجا ملکوت خداست. اینجا ما به دنیا میاییم و زمانی که ما ایمان میاریم با عیسی مسیح، مردن با او میریم، اینجا این حوزه بگم که چیز تعمیده. زمانی که اینجا تعمید میگیرین، انسانیت کهنه اینجا میمیره و اینجا با عیسی مسیح قیام میکنیم. دیگه حیات جاودانی هست، قیام با مسیح، برخواستن، سلطنتی عیسی مسیح و ملکوت خداست. اینطوری وارد میشین. امیدوار هستم به هر حال به این نتیجه یا به این ایمان رو آمده باشین که واقعا با تمام دلتون باور کنین به کاری که خداوند عیسی مسیح روی صلیب برای ما کرده، برای شما کرده عزیزان. و زمانی که توبه کردین، بازگشت کردین، بعد از این به هر حال اینجا دیگه خودتون باید تصمیم بگیریم. ما تصمیم نمیگیریم، خودتون باید تصمیم بگیریم. میگیم باشه، من دیگه میخوام از این به بعد یک عهدی با خداوند، با عیسی مسیح ببندم. از این به بعد میخوام او زندگی منو کنترل یا حکومت کنه. من میخوام بیام زیر تسلط او، حمایت او. همینطورم میخوام این کلام دیگه زندگی منه، چون کلام خداست و از امروز به بعد میخوام اینو گوش کنم، اینو بخونم و یاد بگیرم و اونجا او رو پیروی کنم. اگه این تصمیم رو گرفتین، بعد از این ما وقت رو میذاریم، صحبت میکنیم و اونجا برحال خوشحال میشیم که تعمید بگیریم. فقط قبل از این، اینجا که عزیزانی که اینجا هستن، زندگی هدفمند رو باید شرکت کنین که بعد از این زندگی هدفمند رو شرکت کردیم، بعد از این ما اونجا شما صحبت میکنی و اونجا اگه آمادگی رو تعمید رو دارین، تعمید میدیم. آمین. این درس امروزمون بود و آخرین جلسه بود عزیزان. کسانی که به هر حال امروز بار اول هم اینجا فرش شدن، دوباره میگم ما جزوه هایی داریم، جزوه های حقجویان که با ما تماس بگیریم و همینطور هم شماره تلفنتون داشته باشیم، میتونیم اینجا یا ایمیل آدرس داشته باشیم، میتونیم این جزوه ها رو برای شما بفرستیم. کسانی هم که هستن که میخوان، الان برنامه رو دیدم و میخوان در این جلسه هدفمند شرکت کنن که در 29 این ماه شروع میشه، قبل از این با ما تماس بگیرن و ما هم با شما در تماس خواهیم بود که بدونیم که کجا هستین، چقدر ایمان آوردین به عیسی مسیح. و کسانی که ایران هستن و جاهای دیگه هم هستن، کشورهای دیگه هستن، میخوان توی این زندگی هدفمند شرکت کنن، اونجا ما همه چی رو یعنی با شما اول تماس میگیریم و با هم صحبت میکنیم و خوشحال میشیم که بتونیم اونجا به تک تک شما که اینجا نیستین بتونیم به شما خدمت کنیم. مطمئن باشین که هدفمند هم خیلی چیزها یاد میگیرین. اینجا فقط اینجا نیست که من گوش کنین، بلکه توی این زوم هم همینطور گروه هایی خواهیم کرد که گروه دعا با هم مشورت کنین، صحبت کنین، با هم دیگه آشنا بشین. کسانی که توی ایران هستن که میترسن از این چیزی اسم خودشونو و مشخصاتشون، اون موقع میتونین به هر حال با اسم دیگه میتونین وارد بشین. و مهم برای ما الان اینه که شما هم همینطور در امنیت باشین، اتفاقی نیفته، چون ما هم هیچ
کنترلی اینطوری هم نداریم. ما سعی میکنیم در این قسمت خیلی مواظب باشیم. فقط با اسمای دیگه میتونید اونجا خودتو اد کنین و اونجا برحال بقیه چیزا تا اون موقع با هم صحبت خواهیم کرد چطور میتونیم کمک کنیم. بعد خوشحال میشیم که بتونیم به شما هم همینطور کمک کنیم. فکر میکنم همینطور 6 هفته یا 7 هفته طول میکشه و یا اینو برای شما فراهم میکنیم. کسانی که اینجا هستن دیگه میتونیم مستقیم اینجا توی این جلسه هم اینجا شرکت کنیم. باشه؟ سوالی هست؟ ساعتش ساعت 12 روزه شنبه 12 یا گود. اگه سوالی نیست، کسانی که سوالی دارن اونجا میتونن همینطور پیامی بذارن، ما سعی میکنیم جواب بدیم. یه سوالی یعنی کجا میخواین تعمید بگیری؟ تو وان شما با برادرمون اسماعیل ازدواج کردین؟ نه؟ کجا ازدواج کردین؟ جشن گرفتین؟ نه ایران، ایران رو نمیگم. الان منظورتون ایران بود؟ آها ببخشید. آها آها اینا ببخشید. اشتباه فهمیدم. فکر کردم که خب از خودتون میگیم. آها اینجا. نه تو ایران اونجا هر کسی هست که تو ایران میخواد اونجا تعمید بگیره و ایمان آورده، به هر حال با هم تماس خواهیم داشت و اونجا تو ایران هم برادر خواهرایی هستن که ما در تماس هستیم و اونجا به هر حال همه چیز هدایت میکنیم. یه کسی اونجا باشه و همینطور هم معمولا بعضی وقتا توی خونه ها این تعمید رو انجام میدن. تا اون موقع رسید برادر با ما میتونید تماس بگیریم و ببینید که چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. بعضی وقت هم هست که افرادی هستن که مثلا میبینی که 5-6 نفر هستن که میخوان تعمید بگیرن. بعد از این ما خیلی زیاد نمیخوام در مورد توضیح بدم، هم چیزها رو آماده میکنیم که بتونن تعمید بگیرن اونجا. الان چند نفری هم هستن که الان گفتم میخوام تعمید بگیریم، گفتیم باشه صبر کنیم، ما با شما صحبت خواهیم کرد، یعنی برنامه ریزی خواهیم کرد چطور بتونیم شما رو تعمید بدیم. ببخشید من اشتباه کردم، من فکر کردم که در مورد خودتون میگین که اینجا برین اینجا تنها چیز کنین. فقط تنها هم نباشه، به هر حال حداقل هم اگه هم باشه مثلا با تلفن با یه کسی در تماس باید باشیم. اینو تک تنها اینطوری نیست. گود، دیگه سوالی نیست. اوکی، پس با یک دعا این جلسه حقچویان رو به پایان میرسونیم. خداوند ممنون هستیم که امروز هم تونستیم خداوند این جلسه حقچیان که به پایان برسونیم و همینطور خداوند چیزی که مربوط به هر کسی که خداوند اینجا شرکت کرد و مربوط به تعمیدم هست و خودت یا تایید کنی خداوند، تو از قلب ایشان و فکر ایشان ایمان ایشان اطلاع داری، چیزایی هست که هنوز جا نیفتاده تو خودت آدم مکاشفه کنی و اینا یا معرفی بشن با عیسی مسیح و از کار تو. و همینطورم دعا میکنم خداوند برای این چون جلسه هدفمند شرکت کردنم تو هم هدایت کن که بتونن اونجا هم یا چیزایی که یاد گرفتم بیشتر عمیق‌تر بتونم وارد این هدف بشن. در این قسمت هم دعا میکنیم که تو این عزیزان تو رو که با اسم میشناسی تو هدایتشون کنی و به ما حکمت رو ببنی، ببخش خداوند که بتونیم درست این عزیزان رو هدایت کنیم.
تشکر میکنیم، جلال رو به تو میدیم خداوند. مرسی که تو این دو ماهه که دو ماه نیمه که اینجا خدمت میکردیم خداوند و این یا تخچیان رو انجام دادیم، مرسی که خداوند همه چی رو تو هدایت کردی و تو کمک کردی که این عزیزانی که اینجا هستن، عزیزانی که نگاه میکنن خداوند، یا چیزهایی دریافت کنن و یا فقط مدیون تو هستیم عیسی جان. تشکر میکنم، این عزیزان رو برکت میدم در نام تو هم عیسی مسیح، با صلح و سلامتی تو. آمین و آمین.